برنامج خداوند آغاز میکنم. بسم الله گفته خاطول مومند استم، از کشور نروژ آمدیم بر امی کنفرانس صلح. سارا الکوزیما دلتا د پلندن کې اوسېږم، دلتا د انترا افغان پیس کنفرانس د راغلی چې خپل نظر وایي. در کشور نروژ ما تقریبا از مدت 20 سال است زندگی میکنم و ابتدا درس در رشته ژورنالیسم خواندم و بعد از اون درس در رشته پیداگوژی و فعلا هم معلم است. هدف از آمدن در قطر امی بود که تا با سران طالبا، البته یک کنفرانس بین الافغانی است و ما کسایی هستیم که از معدود چهره هایی هستیم که سیاسی نیستیم، غیر سیاسی هستیم و هدف ما از آمدن در این کنفرانس است گرفتن و شریک ساختن افکار ما با سران طالبان و همچنان حکومت افغانستان بود که با تاسف کنفرانس دیروز با مجرد که ما به میدان هوایی رسیدیم لغو شد. فعلا ما صرف به نمایندگی خود و افغان ها استاده هستم اینجا. حضور ما در این کنفرانس یعنی هیچ کدام طرف را ما نمایندگی نمی کنم، نه طالبا را و نه حکومت افغانستان، فقط من ایسی افغان که خوشبین صلح هستم و می خواهیم که در کشورم صلح بیه و آینده اولادای کشور ما دیگه آوره و در بدن نشه. به می خاطر اینجا هستم. او زه خپل په لندن کې مې لوی تحصیلات کړي دي، په فاکولټا کې استاد یم د طبي علومو. نو د زه دلته د بې طرفه راغلی یم او غواړم چې آرامي راسي د دواړو خواوو، د طالبانو او د حکومت ترمنځ، په دې خاطر چې که موږ غواړو چې افغاني ښځې تحصیل وکی، تعلیم وکی، زموج د مملکت د تحصیل راپورت سی، نو موج باید په هر رقم چې سوله مزدرا ول. آیا تاسو تر اوسه پورې د طالبانو سره لیدلی دي که به وروسته ورسره ګوري پروګرام څه دی دلته ستاسو راتګ وروسته؟ موږ چې دلته راورسېدو خو اول سر د تیارې چې راکښته شو ویلی چې دا پروګرام لغو سو. بیا نن سهار مو د قطر انسټیټیوشن سره د پروفیسر برکات چې دا پروګرام دایر کړی دی د هغه سره مو خبرې وکړې، هغه ویلی چې دا مو تعجیل کوي، لغوه سوی نه دی، انشاءالله په راتلونکي وخت کې به بیا سره راټول سو. نو اوس په خبر کې یو رقم خبر ده چې دا د طالبانو د خوا څخه، حکومت وایي د طالبانو د خوا څخه لغوه سو، طالبان وایي چې د حکومت د خوا څخه، خو موږ خپله په دې باندې سم صحیح نه یو پوه. خو چې موږ دلته که دلته دا کنفرانس مخته تللی وای خو ښه به وای، موږ به دا دواړو خواوو خبرو ته غوږ نیولی او دوی به زموږ خبرو ته غوږ نیولی وای، په حیث د یو بې طرفه افغانان چې په خارج کې اوسېږي او دغه سولې ته کار کوي او غواړي، دا په دا هیله دي چې په افغانستان کې آرامي راسي. خو پر هغه سربیره چې وروسته بیا د طالبان سره اول راغلی چې و موږ کولای سو چې سبا اوس موږ سره وملیدله د نمایندګانو سره چې په هر صورت موږ سبا خپل میټینګ مخته بیایو. خب برداشت نخست ما این بود که طالبا از سالهای قبل که ما دیده بودم و در وقت ورودشان در کابل ما حضور داشتم، اصلا اون مردم ها نیستند، چون امی چند لحظه پیشتر با اینا من یک صحبت کوتاه داشتم و مسائل تعلیم و حقوق زن ها را با اینا در میان گذاشتم. قسمی که اینا واکنش نشان دادن، اینا خودشان علاقمند زیستن که خانما به تحصیل ادامه بده و یک قسمت از اجتماع باشه، که این واقعا برای ما امید بخش بود. قرار اما طور شده که ما فردا با سران طالبان در جا
جای هنوز مکان برش مشخص نشده ولی قرار است که ما با اونا فردا ببینیم. پیغام من من هست یک زن افغان، من هست یک مادر، من هست یک معلم، امیست که آینده یک پلتفرم را اینا برای جوانا و برای آینده درست کنند که دیگر اتی یک دلیل نشه که یعنی خانما منزوی شوند از اجتماع. تعلیم اطفال، تعلیم دخترها در مناطق پشتون نشین ما اکثرا مکاتب نیست به دلیل بی‌امنیتی، قسمی که دکتر صاحب فرمودن که اگر امنیت نباشه تعلیم هم وجود نمی داشته باشه. ما خیلی کوتاه می خواهیم که پیام خود به حکومت افغانستان بگویم. حکومت افغانستان با همچی یک پا بیرون کشیدن از این نشست و با فرستادن همچی یک لست تا عاد از نظر تکنیکای سیاسی ناکام هستند. طالبا میمانای خود را به بسیار خوبی استقبال کردند، میمانای بی‌طرفی که ما هستیم و اونا در صحنه حاضر هستند، گرچه که اخبار زده ناقص به ما میرسه که طالبا هم یک لست یعنی شارت ساختن یا کوتاه ساختن یا چیز، خب یکی بالای دیگه اینا تهمت میزنن، ولی در نهایتش ما چیزی که چشم دید خودم است دیدم که طالبا موفق بودن در این صحنه و نبوده حکومت افغانستان خودش سوال برانگیز است. جنگ با هر صورت چه دی باید بند سی، با جنگ که زموش بخیر دیر کلونه تیر سی ویدی دازوان نسل دیر به خطر کی دی تعلیم د لحاظ د نور او کلتوري مشکلاتو څخه. موږ غواړو چې خپل ملک بیرته په پښو ودرو. اول دوی ته باید زمینه مساعده سي، ارامي راسي، دا حکومت د طالبانو سره کښېني، داسې پر یو سوله باندې جوړ راسي چې بس موږ ولا د دغه مشکل څخه، د جنګ څخه ختم کړي. اگر همچنین تفاوتهای فکری و تفاوتهای تیوری باشه، ما فکر نمی کنم که صلح در میان باشه، چون تا جایی که من دیدم نرمش طالبا نشاندهنده از ایست که اینا صلح هم می خواهن. اینا می خواهن که یک بدنه از حکومت باشن و با اجتماع بپیوندن و خیلی هم خوشبین هستند در بسیار مواردی که حکومت افغانستان سر از او پوینت می کنن که طالبا نمی خواهن، ولی قسمی که ما با اینا صحبت کردم این یک چیز دیگه می خواهن. حکومت افغانستان باید خودشان حاضر شوند برای مذاکره. صلح فقط ما صلح می خواهیم برای هر دو طرف. دیگه کشتن، زدن، برباد کردن هیچ نتیجه نداره. ما 40 سال جنگ تجربه کردیم، 20 سال هم بعد از حکومت کرزای جنگ هنوز تجربه میکنیم و اگر یک چنین چیز ادامه داشته باشه جنگ هیچ وقت ختم نمیشه. بهتر همیست که کنار بیاییم. شکوالای سو د نورو ملکو څخه، د نورو تاریخو څخه زده کړو چې صلح امکان لري، حتی چې پس له دونه کلو د جنګ څخه هم امکان لري. موږ باید خوشبینه اوسو او کار ورته وکړو، او خدای دې وکړي چې داسې کنفرانسونه، میټینګونه نور هم ډیر سي چې موږ وکولای سو خپل آواز اوچت کړو، نور خلکو ته ووایو چې زموږ هدف دلته د سولې راوستو دی، او یو بل سره کښېنو چې ووایو چې هر څوک چې شي غواړي د افغانستان په منفع باندې د ارامي په دې کې خو شک نشته چې بین المللي که ټوله موږ سوله غواړو، زه فکر کوم امکان یې شته او حتماً شته. ټوله بین المللي ټولنه باید په دې کې ډېرې هڅې وکړي چې دا دواړه سره رانږدې کړي او دا سوله منځته راولي. دا ډېر ښه نه سو چې دا کنفرانس لاغو سو، او زه اوس په دې هم خوشحاله یم چې دا پروفیسر برکات چې دا ارګنایز کړی و هغه وویل چې دا کانسل سوی نه دی، تاجل سوی دی. سو په امید د دې چې بیرته بیا سره راوغوښتل سي او